بازآفرینی مسئله آب که یک جا ماند می گندد. در میان کوههای سر به فلک کشیده رود شفاف و زلالی وجود داشت که در دل خود سنگریزه ها و ماهی های رنگینی را جای داده. هر روز ماهی ها همراه رود با خوشحالی به گردش می رفتن. از طبیعت لذت می بردن. رود هر جا که دلش می خواست می رفت. انقدر زلال و شفاف بود که ماهی های درون آن به خوبی و به وضوح دیده می شدن. مدت ها گذشت. یک روز رود خسته شده بود. خسته و آشفته بود. کم حرکت میکرد و دیگران جنب و جوش همیشگی را نداشت. ماهی ها علت کم تحرکیش را پرسیدند. رود در پاسخ گفت دیگر از حرکت کردن خسته شدم. میخواهم استراحت کنم. نمیخواهم بی خود و بی جهت به این طرف و آن طرف بروم. و از آن پس مشغول استراحت شد. از آن روز دیگر رود حرکت نکرد و به آبگیر پناه برد. دیگر از قلقلک دادنهای رود به ماهیهایش خبری نبود. سنگهای زیبایی که هر روز در مسیر رود بودند و او را در آغوش می گرفتند، دیگر از بازی با رود محروم شده بودند. روزهای اولی که رود به آبگیر پناه برده بود، خوشحال بود از اینکه فقط مشغول استراحت است. روزها می گذشتند و از زلالی رود کاسته می شد و دیگر آن رود شفاف و زیبای همیشگی نبود. بالاخره یک روز تمام شفافیتش را از دست داد. آن روز بود که او دیگر رود نبود و به مردابی بی تحرک تبدیل شده بود که جز تعفن و تاریکی چیز دیگری نداشت. انسان بی تحرک مانند آب راکد است. آب راکدی که حرکت نمی کند، می گندد و از بین می رود. پس باید همیشه در جنب و جوش و تکاپو بود. آب اگر راکد بماند، چهرش افسرده خواهد گشت و بوی گند می‌گیرد. سکون و بی‌تحرکی موجب فساد است. این ضرب المثل را در مواردی به کار می‌برند که انسان به خاطر بیکاری و سستی به فساد کشیده می‌شود.